سلام به همه موزیک پزای خفن، چطور متورین؟ آقا من یه پست توی پیج موسیقی نوین دیدم که برای خودم خیلی جالب بود با این تایتل که ادامه کنسرت ها در خارج از ایران و سفر خوانندگان به اروپا و کانادا. از امروز که من دارم این ویدیو رو میگیرم امروز یک مرداده و کنسرت های موسیقی، تئاترای شاد، حتی تئاترای غمگین، شاید سریال ها، فیلم ها، همه چی تعطیل شده به مناسبت محرم و سفر. اوکی، این تا اینجاش. یعنی ما آخرین تایمی که میتونستیم یه کنسرت بریم فکر میکنم 26-27 تیر بود و گذشت. ماه هم الان 31 روز است و تموم شد. حالا تاسو عاشورا که 5 و 6 مرداد، اربعین که 15 شهریور اگر اشتباه نکنم. و چیزی که برای من جالبه اینه که خب مگه محرم نیست؟ خیلی خوبه ها، محرمه خب، ولی کنسرت ها متوقف نشدن. این از یه نظر خوبه، از یه نظر یه تناقضی برای من ایجاد کرد که خواستم بیام با شما بگم، حالا یه همفکری کنیم، یه سبزی پاک کنیم دور هم دیگه. آقا این خواننده های عزیز ما که تور اروپا و کانادا گذاشتن ایرانی هم قاعدتا، چون ما هم ایرانی، و کسایی هم که اون ور میخوان بیان کنسرتشون بازم ایرانی هم، همه هم یه جورایی مسلمون حساب میشن، حالا به یه طریقی. اما من دارم میگم الان که آقا اونور کنسرت یعنی آزاده دیگه، توی این ایام الان ما 2 نمیتونیم، یعنی تا تقریبا اواخر شهریور ما نمیتونیم داخل ایران کنسرت داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ یعنی این نشون میده که اون جامعه موسیقی ما، آرتیست های ما، خودشون دوست دارن برنامه اجرا بکنن و ممکنه توی برنامه هاشون که خارج از کشور قرار اجرا بشه آهنگای ریتمیک هم اجرا بشه که 100% باید اجرا بشه، جزء پلیلیسته، جزء ترکتیستیه که قرار اجرا بکنن. یعنی نمیان به خاطر مثلا محرم یا سفر، بعید میدونم که بیان ترکلیست رو عوض بکنن و کلن آهنگای ملو یا دارک رو بیان اجرا بکنن. این منطقی نیست واقعا. پس ما اجرای اون آهنگا رو داریم و کنسرت هم یه نوع تفریح حساب میشه. چرا داخل ایران 2 بلکه بیشتر باید این اتفاق بیفته که کنسرتی نباشه؟ یعنی الان اگر مثلا داخل ایران کنسرت برگزار، الان اونورم دارن کنسرت میذارن دیگه، همین خواننده های داخل ایران، همین خواننده های مجازمون خارج از کشور هم میخوان کنسرت بذارن دیگه. اوکی، پس ما با کنسرت گذاشتنه مشکلی نداریم. اینو میام بیارم پایین تر که صدام تو مخی نشه. ما با کنسرت گذاشتنه مشکل نداریم، با کنسرت گذاشتنه تو ایران مشکل داریم. یعنی این دوستان ارشاد و اینا چجوریه؟ یعنی اونور همه این آهنگا قرار زنده اجرا بشه و یه ساعاتی به تفریح بگذره، هم برای آرتیستامون هم برای هموطنامون خارج از کشور. چرا اینجا نمیذاریم کنسرت بذارن توی این 2 که آرتیست مجبور بشه مثلا بره؟ خوبه ها، اصلا تور جهانی بد نیست، خدا شاهد بد نیست. رضا صادقی هم چند وقت پیش یه تور جهانی گذاشت، تور اروپا و رفت چه میدونم 7-8-10 تا کشور اجرا گذاشت، 10-20 تا شهر اجرا گذاشت و اجراهاش هم خیلی با کیفیت بود. ولی سوال من اینه که خب الان که مثلا این تایم، این بازده زمانی 2 تقریبی، چرا داخل ایران ممنوعش میکنن ولی خارج از ایران اوکیه؟ خواننده ها که همونن، مجوزان دارن، همه چی اوکیه. نمیشد مثلا الان، مگه نمیگیم به اعتقادات هم دیگه احترام بذاریم؟ آقا اعتقاد شما هیته، اعتقاد شما 2 عزاداریه، برین عزاداری کنین، برین تو هیئت. یکی دلش میخواد بره کنسرت یا اون آرتیست میخواد درآمدزایی بکنه از هنرش، چرا
نمیتونه اینجا اجرا بذاره؟ آقا یه انتخاب یه دوراهیه، اونی که میخواد بره کنسرت میره کنسرت، اونی که میخواد بره هیئت میره هیئت. چرا سختش میکنی قضیه رو؟ چرا اینقدر خودخواهانه بهش بعد میگن به اعتقادات ما احترام بذاریم؟ دقیقا چه احترامی باید بذاریم وقتی همچین شرایطیه؟ نه واقعا منطقی نیست دیگه. اون آرتیست مجازه، یعنی خودتون بهش مجوز دادین، بعد توی این دو ماهه میتونه خارج از مرزهای جغرافیایی ایران برنامه بذاره، کنسرت اجرا بکنه، بعد داخل کشور خودش شهر خودش نمیتونه اجرا بکنه؟ منطقی نیست. بیایم قبول کنیم که منطقی نیست و من زیر بار، یعنی درکش نمی کنم. آقا احترام به عقاید دیگه. کسی مثلا اون سالن مگه خوشحالیشونو میارن تو خیابون؟ مگه مثلا فوتبال دهه 80-90 که دربی برگزار بشه مثلا اونایی که خوشحالن بیان توی خیابون شیپور بزنن؟ نه، هر کسی برای خودش خوشحالی میکنه یا عزاداری میکنه دیگه. منطقی نیست که مثلا کل جامعه رو بگید این داستان اینجوریه، ما میگیم عزاداریه، شما باید عزاداری کنید. نه. حالا لیست کسایی که میخوان کنسرت بزنن بذار بگم. علیرضا قربانی که یه ماه داخل ایران کاخ سعدآباد اجرا داشت، اینجا لینک ویدیوشو میذارم در مورد صحبت کردم. کلا نمیدونم چرا یه عده میخوان دوچار کج فهمی بشن از ویدیوهای من. مثلا من توی ویدیوی علیرضا قربانی گفتم برای یه همچین آرتیستی با این ابهت با این پرستیژ خیلی زشته که میاد توی یه فضای روباز، فضای روبازش هم مشکلی نداره اوکیه، خب روی صندلیایی که هیچ کیفیت و استانداردی ندارن 30 شب برنامه اجرا میکنه، یعنی احترام به مخاطب زیر صفر. قبول کنید، حالا من از دید خودم نگاه میکنم، هر جوری نگاه میکنم شما قراره 2 ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت و نیم توی اون کنسرت باشی و حضور داشته باشی و اون صندلی ها با توجه به مبلغ و هزینه‌ای که پرداخت میکنی خیلی بیکیفیته، یعنی صندلی های به صحراست قشنگ. بگذاریم، علیرضا قربانی در 2 هفته اول نوامبر 2023 توی کانادا تور داره و کی میشه نوامبر؟ کی میشه؟ اجازه بده الان بهت میگم. میشه شهریور. اوکی؟ نه شهریور نمیشه. کی میشه؟ مهر میشه؟ کیه؟ چرا نوامبر رو من نمیبینم؟ آبان. انتظارشم خیلی قبل تر باشه. کوتا آبان، راحت باش ستون. تو داخل ایران هم میتونی آبان کنسرت بذاری. چرا این همه تو حداقل الان میذاشتی؟ همایون شجریان قراره که استانبول 8 شهریور و 10 شهریور اجرا داشته باشه. آخرای میشه سفر میشه، من بلد نیستم ماها رو چرا. آخرای سفر میشه دیگه. آره کنسرت داره همایون شجریان، بعد 11 شهریور و 12 شهریور و این داستان هم میره سمت اروپا، یعنی فرانکفورت داره، برلین داره، استکهلم داره، گوتنبرگ داره دیگه، همه جا هست تو اروپا میچرخه توی شهریور داداشم اون همایون شجریان دیگه. علی یاسینی، مسیح آرش، علیرضا تدیسچی، هروشبند، رضا بهرام، امید حاجدی، سهراب پاکزاد و مسعود صادقلو هم بقیه خوانندگانی هستن که در خارج از ایران قرار کنسرت برگزار بکنن. علی یاسینی 20 مرداد کنسرت داره توی تورنتو کانادا، علیرضا تدیسچی 20 مرداد توی استکهلم سوئد و 14 مرداد هم توی کل، هوروشپن 20 مرداد توی تورنتو. کانادا باز شد، کانادا پر ایرانی، کانادا میشه استانبول دوم، فکر میشه ترکیه دوم فکر میکنم،
اینجوری که بوش میاد. سورا پایکزاد 27 و 28 تورنتو همونجایی همیشگی. و آرش و مسی هم 1 مهر کجا؟ تورنتو. آفرین. 8 مهر هم ونکوور. فکر کنم کانادا قیمت بلیتاش بالاه، میطلبه، یعنی میصرفه که برن. رضا بهرام هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 توی تورنتو کانادا گردی داره. امید حاجیلی هم 10 و 12 آذر. بابا امید حاجیلی و عریض قربانی چه خبره؟ از الان برای آذر و آبان میخواییم بیلیت فروشی کنیم؟ تا اون موقع بابا یزیدا، یعنی یکی الان بیلیت بگیره برای کنسرت عریض قربانی یا امید حاجیلی، روز کنسرت یادش میده که بیلیت داشته. 3-4 ماه مونده یزید، چه خبرته از الان میخوای کنسرت بیلیت بفروشی؟ خلاصه این داستان برای من خیلی، نمیگم عجیب بود چون منم تو ایران دارم زندگی میکنم، اما جالب بود که مثلا شاید قبلا خود من بهش توجه نمیکردم، اما خواننده مجوز داره، اون برم که میخواد بره بازم ایرانی هم، یعنی فارسی حرف میزنن، چرا همینجا کنسرت نذاره؟ آقا اون محدوده یا چه میدونم جایی که سالن کنسرت رو قاعدتا دسته نمیره توی سالن میلاد نمایشگاه، تو نمایشگاه بین المللی دسته رد نمیشه که، برج میلاد دسته رد نمیشه که، چه میدونم هتل اسمیناس دسته نمیره اونجا نظری بده. بذارین هر کی هر جوری که دوست داره به به عقاید هم دیگه احترام بذاریم دیگه. آقا ما داریم به شما احترام میذاریم، شما به عقاید ما احترام بذاریم. جالب نیست، عجیب نیست، چون با قوانین این کشور داریم زندگی میکنیم از اول زندگیمون، از اول عمرمون. ولی جالب هم نیست، یعنی یه تناقض عجیب غریبی توش مشهوده که اصلا دوست داشتنی نیست. توی کامنت ها خوشحال میشم که نظرتون نرسین راجع به این داستان، واقعا من برام عجیب بود این داستان، یه جوریه یعنی نمیخونه. خوبه ها، گفتم تور جمعی خوبه، اصلا مشکلی نیست، راجع به همه صحبت کردیم. خیلی شکریم. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. قربان شما مستر چک.